در این روز مادری که کودک دارد کودک خود را فراموش می کند. برای چی؟ برای این سور کشته می شود. از سبب صدا دادن سور آدمان مانند می نوشی رفتار می کنند، لیکن در حقیقت آنها می نوشته نیستند. در حدیث ابو هریره گفته شده است، او میگوید شیطان و عسکران او با گرهتگان و پنهان شدن آغاز می کنند. آنها می گریزند و پنهان می شوند. در قرآن گفته شده است در این روز جای گریز نیست. آدمان به بالا نظر می کنند. چی را می بینند؟ آنها می بینند که آسمان همچون روغن غشدار سیاه رنگ می شود. همه جایها قسم با قسم ویران می شود. زمین در زیر پای آنها قسم با قسم ویران می شود. اقیانوس ها در این روز می سوزند و در جایهایشان می ترکند. الله اکبر، در نظرت مانی اکبر این حالت را. اقیانوس ها در این روز می سوزند و در جایهایشان می ترکند. ستاره ها روشن خود را گم کرده و زمین می افتند. همه جا را تاریکی می گیرد. و اگر همه جا را تاریکی گیرد و یگان جای دیگر باقی نماند، هر یک جان هر این دنیا بود باقی برسد. در حدیث ابو هریره گفته شده است فرشته موت به الله میگوید یا الله، همه آنانی که در آسمان و در دنیا هستند مردند. غیر از آنانی که به فرمان تو زنده اند. الله میگوید کی زنده است؟ و فرشته جواب میدهد یا الله، جبرائیل زنده، میکائیل زنده، اسرافیل زنده و دیگر فرشتگان که تحت را برداشته استاده اند زنده اند. الله بزرگ میگوید جبرائیل باید میرد، میکائیل باید میرد، اسرافیل باید میرد و دیگر فرشتگان که تخت را برداشته استادن میمیرد. و الله میگوید کی تا حال زنده است؟ یا الله، هیچ کسی زنده نمانده است. میگوید فرشته. الله از فرشته موت میپرسد کی تا حال زنده است؟ و فرشته میگوید یا الله، من تا حال در اینجا، تو در اینجا و هیچ کسی دیگر نیست. پس الله میگوید من تو را به یک سبب آفریدم، تو وظیفه ات را اجرا کردی، اکنون تو هم میمیری و آن هم میمیرد. و الله بزرگ همه آسمان ها را به یک دست میگیرد، در دست دیگر دنیا را میگیرد. و الله به آواز بلند میگوید من الله بزرگ، من الله بزرگ، کی از امروز راهبری با عدالت، کی از امروز پر قوت، کی از امروز شاهزاده، من شاه همه شاه ها. کجا شدن آن دیکتاتورها؟ کجا شدن آن ظالم ها؟ هیچ کس جواب نمیدهد به او. و الله میگوید قوه برای الله، توانگی